بازی ایران و برزیل نشان میدن شاگردان کولاکوویچ در خیلی از فاکتورها از حریف برتر بودن و میتونستن برنده بازی باشن. به گزارش ورزش 3، ایران پس از کسب 3 برد در هفته اول این رقابت‌ها دست پر از چین پا به ژاپن گذاشته بود و برزیل نیز در هفته اول لهستان را با 3 برد ترک کرده بود. رویارویی دو تیمی که توانسته بودند آمار 100% برد را برای خود ثبت کنند نوید یک بازی نزدیک و جذاب را می‌داد. ایران با ترکیبی که از این تیم انتظار می‌رفت وارد میدان شد و در طول 5 ست هیچ تغییری در نفرات شروع کننده بازی نداشت. سعید معروف پاسور تیم بود. موسوی و شفیع مدافعین میانی تیم محسوب می‌شدند. فیاضی و عبادی پور دریافت کننده‌های قدرتی زن تیم بودند. امیر غفور پشت خط زن تیم بود و حضرت پور هم در نقش لیبرو ظاهر شد. برزیل در ست اول فرناندو کوتاه قامت و جوان رو در غیاب رزنده به عنوان پاسور راهی میدان کرد. والاس دسوزا مثل همیشه پشت خط زن تیم بود. ساتکمپ کاپیتان به همراه آیزاک مدافعین میانی برزیل بودند. لوکارلی و داگلاس در پست دریافت کننده قدرتی بازی می‌کردند و لیبرو این تیم هم در ست اول تالس و ناسیمنتو بودند. اما نکته قابل توجه در تیم برزیل تغییر بازیکنان شروع کننده در هر ست بود که این امر با توجه به داشتن بازیکنان توانمند در پست‌های مختلف محقق شد و مربی تیم با توجه به آنالیز بازی و عملکرد بازیکنان دست به انتخاب نفرات مناسب می‌زد و تعویض‌های برزیل نیز در جریان بازی تنها به چند امتیاز ختم نمی‌شد. شاید همین مورد عمده‌ترین تفاوت ایران با برزیل در این دیدار بود و این مسئله به ما یادآوری می‌کند باید اختلاف سطح و تجزیه بین‌المللی بازیکنان اصلی را با بازیکنان جایگزین هر روز کمتر کنیم تا در رقابت‌های مهم‌تر مانند قهرمانی جهان و المپیک دچار مشکل نشویم. نگاهی به آمار کلی بازی. در حملات روی تور دو تیم نزدیک به هم ظاهر شدند. برزیل 67 حمله موفق داشت و ایران 66 حمله. اما زمانی که به آمار دو تیم در دریافت نگاه می‌کنیم این اعداد معنی‌دار می‌شوند. برزیل تنها 22 دریافت سالم داشت اما ایران با 37 دریافت به مراتب بهتر ظاهر شد. همچنین 27 پاس منجر به امتیاز در مقابل 16 پاس نشان از کیفیت دریافت‌های ایران دارد که حتی در بهتر شدن آمار پاس نیز دریافت‌ها به کمک تیم ما آمده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد حملات ایران ضعیف‌تر از آن چیزی است که آمار نشان می‌دهد و در واقع دریافت‌های بهتر ما باعث به وجود آمدن این آمار برای ما شده است. دریافت‌های حضرت پور به قدری در این بازی خوب بود که برزیلی‌ها را وادار کرد کمتر سایت‌های حضرت پور را برای سرویس انتخاب کنند. عبادی پور و فیاضی عملکرد خوبی در دریافت‌های اول داشتند اما فیاضی در ست دوم یک مقدار متزلزل ظاهر شد و عبادی پور هم در ست پنجم دریافت‌های مناسبی نداشت و اتفاقاً ایران در همان دو ست نیز مغلوب برزیل شد. در دفاع روی تور برزیلی‌ها 11/7 از ما بهتر بودند و در امتیازات سرویس بازیکنان ایران با 9 امتیاز سرویس در مقابل 6 امتیاز برزیل بهتر عمل کردند. در توپگیری داخل زمین نیز برزیل با 41 توپگیری در مقابل 38 توپگیری ایران کمی بهتر ظاهر شد و در خطاها ایران با 33 اشتباه در مقابل 25 اشتباه برزیل روز خوبی را سپری نکرد. به یاد داشته باشید اشتباهات ایران بیشتر مربوط به ست دوم و پنجم بازی بود که کنترل بازی و روحیه خود را در این دو ست از دست داده بود. نگاهی به آمار انفرادی بازیکنان. امتیاز آورترین بازیکن میدان لوکارلی با 20 امتیاز بود که در طول 5 ست تنها بازیکن ثابت برزیل بود. بعد از او موسوی با 19 امتیاز قرار دارد اما نکته عجیب در مورد موسوی این است که کسب این تعداد امتیاز توسط بازیکن سرعتی کار بسیار دشواری است و میتوان گفت موسوی روز بسیار پرفروغی را سپری کرده است. امیر غفور نیز 17 امتیاز در روز نچندان پرفروغ خود توانست کسب کند و لئال بازیکن کوبایول اصل تیم برزیل که از ست دوم وارد بازی شد با 16 امتیاز برای برزیل بسیار عالی عمل کرد. در دفاع روی تور موسوی مانند همیشه حرف اول را میزند. او با 5 امتیاز در دفاع بسیار عالی عمل کرده است اما در عین تعجب دومین بازیکن میدان در این عمل کرد فلاویو سرعتی زن تیم برزیل است.
او فقط در ست پنجم از ابتدا به بازی آمد و توانست 3 عملکرد دفاعی موفق از خود بر جای بگذارد که آمار خوبی محسوب می شود. در زدن سرویس علی شفیعی با 3 امتیاز مستقیم و همچنین سعید معروف و پوریا فیاضی با 2 امتیاز مستقیم از سرویس جز خوبهای ایران محسوب می شدند. این آمار نشان می دهد تیم برزیل در دریافت سرویس های کنترل شده با مشکل مواجه بوده است. به طور کلی شکست 3-2 برابر برزیل که بیشتر بازیکنان اصلی خود را در اختیار داشت نتیجه بدی محسوب نمی شود. اما نکته ای که امروز تلنگری به والیبال ایران بود اختلاف سطح بازیکنان اصلی و ذخیره ایران است. به جز پست دریافت کننده قدرتی ما در سایر پست ها باید با چالش جدی مواجه هستیم. به خصوص در پست پاسور که نفرات ذخیره ما تجربه بسیار کمی در رقابت های بین المللی دارند برای موفقیت در رقابت های سطوح بالا و فشرده اتکا به چند بازیکن آینده خوبی ندارد. بازیکنانی که به صورت مداوم بازی می کنند ممکن است دچار آسیب دیدگی، خستگی جسمی و روحی و حتی افت عملکرد در مقاطعی شوند. پس ما باید از امروز به فکر تربیت بازیکنان همسطح بازیکنان اصلی برای آینده تیم ملی کشورمان باشیم. نظر کولاکوویچ. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران در مورد شکست 3-2 شاگردانش مقابل برزیل در لیگ ملت‌های 2019 اظهار داشت: به تیم ملی برزیل تبریک میگویم. مسابقه سختی با برزیل داشتیم. ما 3-2 باختیم و از نتیجه راضی نیستیم. وی ادامه داد: همیشه فرصت بازی با تیم ملی برزیل برای ما مهیا نیست و این فرصت خوبی برای کسب تجربه توسط بازیکنان جوان ما بود. در آغاز هفته دوم لیگ ملت‌ها تیم ملی والیبال ایران در توکیو به مصاف برزیل رفت و با نتیجه 3-2 مغلوب شد. برزیل برای پنجمین بازی پیاپی از صدر ایران گذشت تا صدر جدول را در اختیار بگیرد و ایران را روانه جایگاه دوم کند. شاگردان ایگور کولاکوویچ هفته نخست را به 3 پیروزی مقابل ایتالیا، چین، آلمان و کسب 9 امتیاز کامل به پایان رسانده بودند. ایران حالا فقط 1 ست دیگر برای غلبه بر قهرمان جهان و المپیک نیاز داشت. نمایش خوب فیاضی ایران را پیش انداخت. در ادامه هم بازیکنان ایران کم اشتباه بازی کردند. همه چیز مهیای برد بود و ایران فقط 1 توپ دیگر تا امتیاز 25 و کسب پیروزی فاصله داشت. اما عملکرد برزیل در دفاع روی تور روند مسابقه را تغییر داد. برزیل با تغییرات متعدد و تمهیدات مارسلو فرانکوویاک برزیل با تغییرات متعدد و تمهیدات مربی خود از شکست پیروزی ساخت و با نتیجه 33-31 که کمتر در والیبال پیش می آید از صدر ایران گذشت. با توجه به محرومیت 5 جلسه‌ای دال زاتو سرمربی برزیل، به جای او ستارگان سلساو را هدایت می‌کرد. کار به ست پنجم کشید. بازیکنان ایران به خاطر ناکامی در ست چهارم از شرایط روحی و انگیزشی مطلوبی برخوردار نبودند. برزیل از ابتدا پیش افتاد و در نهایت هم 15-10 پیروز شد. فدراسیون والیبال ایران در گزارش خود از ست پنجم بازی نمایش کم نقص برزیل را دلیل شکست ایران عنوان کرده است. با توجه به کشیده شدن بازی به ست پنجم 2 امتیاز نصیب برزیل شد و ایران هم 1 امتیاز به دست آورد. سعید معروف، امیر غفور، محمد موسوی، علی شفیعی، پوریا فیاضی، میلاد عبادی پور و محمد رضا حضرت‌پور بازیکنان آغازگر ایران در این دیدار بودند. برزیل برای ثبت پیروزی 67 اسپک موفق، 11 دفاع روی تور موفق و 6 امتیاز سرویس را به ثبت رساند. طبق آمار 33 امتیاز برزیل با خطاها و اشتباهات ایران رقم خورد. ریکاردو لوکارلی با کسب 20 امتیاز امتیازآورترین بازیکن زمین بود. هیدالگو ساتکم و دسوزا هم روز موفقی را سپری کردند. موسوی 19 امتیازی بهترین عملکرد را در جمع یاران ایران داشت. امیر غفور 17 امتیاز کسب کرد و عبادی پور هم 15 امتیاز به دست آورد. برزیل در هفته نخست لیگ ملت‌ها بر آمریکا، استرالیا و لهستان غلبه کرده بود و حالا با عبور از صد ایران و کسب چهارمین برد در بازی بعدی به مصاف ژاپن خواهد رفت. ایران در گام بعدی باید با آرژانتین بازی کند. تیمی که پس از خولیو ولاسکو با سرمربیگری مارسلو مندز که پیشتر هدایت باشگاه موفق کروزیرو را به عهده داشت اداره می شود. کولاکوویچ تصریح کرد: ما فرصت پیروزی شدن را داشتیم، ولی بازیکنانم باید این بازی را فراموش و روی دیدار بعدی تمرکز کنند.